درآمد 45 میلیارد تومانی بیرانوند و لحظه بازگشت دوبارش به پرسپولیس و گفتن اینکه استقلالی شدن هم یه سوء تفاهم بوده. صحبت‌های جدید منیجر یاز در مورد اینکه به زودی آهنگش با پیشرو تکناین منتشر میشه. لحظه دستگیری دو دزد مشهدی که حسابی جنجالی شده. بابت آزادیتان. امام هشتم امام. صحبت‌های جنجالی شادمهر عقیلی که میگه من برای این زیاد مصاحبه نمی‌کنم که میترسم سوتی بدن. همش قایم میشم میره گلاب میدونم. سلام به یکی دیگه از ویدیوهای کانال پارس فکت خوش اومدید. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. همونطور که میدونید قرار بود که بیرانوند استقلالی بشه و میگفت که این باشگاه به هم پول بیشتری میده و با این روش تونست دل مدیرای پرسپولیس رو آب کنه و دوباره به این باشگاه برگشت. حالا مشخص شده که ایشون درآمد سالیانه‌اش چیزی حدود 46 میلیارد تومانه که یکی از رسانه‌ها در اقدامی جالب این میزان از درآمد رو با درآمد یک کارگر مقایسه کرده که خیلی پربازدید شده. بله و اما یه ویدیو هم از لحظه دستگیری دو دزد مشهدی منتشر شده که خیلی پربازدید شده. سه تا سوال ازتون پرسم دوباره تکرار میکنم. خب بابت آزادیتان امام هشتم امام چندم تایه؟ نمیدینی چندمه؟ نگاه سوالا خیلی آسوه. کمک گرفتی دیگه دیر شد. دیگه کمک گرفتی. کمک نگرفتم. آقا تقلب نرسون دیگه. امام هشتم بشه امام ششم دیگه. خب این نگاه کسی جواب شد. خب 22 بهمن چند نومه بهمن میشه؟ چی؟ 22 بهمن چند نومه بهمن میشه؟ اول فرمندین اول فرمندین ایوه با چند تا اشتباه گفته تا همه را اشتباه گفتن هاشم بهشم مرسون نداره کمک شما کمک. سوال آخر کمک نکن آقا. یک کمه چند نومه اید میشه؟ دوستان سریع فکر کردم بخواد سریع فقط سیزه نه نه قشم نگو. یک کمه چند اومد میشه؟ دو چی زدی بابا همین رو درست بگو دیگه. یک سوال خیلی سخته نگاه با یک روز اختلاف میکنم. دومه چند امید میشه؟ از یه آقا کمک بگیر تا نرفته درم را رفت رفت اش فایده نداره باشه. منیجر یاس هم در مورد آهنگ جدیدش با پیشرو و تکراین خبر داده و نوشته بخش کوچکی توسط تک به آهنگ داره اضافه میشه و کار تمامه. قول میدم به محض تمام شدن پروژه و به دست من برسه به شما اطلاع میدم. بخش هنری پروژه تو دست من نیست و روند هنری ممکنه به همون اندازه طول بکشد که آنها همه آماده باشن. نکته مهم اینه که وقتی پخش بشه هر سه و شما راضی باشین. درسته که خیلی طول کشید اما یک روز توی یه مصاحبه امیدوارم همه چیزو توضیح بدم. شادمهر عقیلی هم که توی کنسرت جدیدش صحبتای جدیدی کرده که برای خیلی ها جالب بوده. من عاشق تک تکتونم تا اول ده دوستتون دارم تا اول ده همیشه فکر میکنم اونم و میدونم خیلی مردمی نیستم ولی همش قایم میشم اینو خودم میدونم ولی دلیلش این نیست که دوست ندارم تو مردم باشم. دلیلش اینه که بیشتر حواسم به کارمه. حواسم که چیز اشتباه نگرم. حواسم که حرف اضافی نگرم. بیشترش همش به خاطر اینه. الله به خدا هیچ وقت اینکه نخوام بین شما باشم نیست. همیشه دوستتو دارم. همیشه دوستتو داشتم. از ایران هم بیزگی بودم. چش کردی؟ در حد خودم. هیچی نخوندی؟ نه هیچی. از استرس هم نداری؟ آره عالی. نه چیزی نخوندم واسه همی استرس ندارم دیگه. پشیمون شدم نمیخوام امتحان بدم. برای کنکور آماده ای؟ خیر آماده.
به نظرت این کنکور تاثیر داره توی آینده؟ خیلی زیاد. بخشی از آینده میتونه باشه، ولی تاثیری که همه زندگی رو در بر بگیره نه. سلامون، چیکار کردم؟ به نظر من تأثیری نداره. چرا تأثیر داره؟ اما همیشه میگن کنکور آخرین راه نیست، اولین راه ته. اگه اونو موفق نشد یه راه دیگر بود. من راه های دیگه حساب کردم. دیشب خیلی آشفته بودم، ولی سعی کردم به این فکر کنم که به نهایت حرفم رسیدم. دیشب راحت خوابیدی نه؟ فیلم دیدم. تو این لحظات پایانی بیشتر به چی فکر می‌کنی؟ به اینکه اگه خراب بشه چی میشه؟ کنکور بدم و برم، فقط راحت شم از شد همه ساعت هایی که تلاش کردم. جدید رو بسازیم؟ چرا؟ زبط میکنیم سه در چهار جدید رو میگه بسازیم. بزا بلندتر بگم آقای کاسبی که خدا بهشون سلامتی بده، حال روزه برحال بیمار هستن و بستری هستن، بیشتر تو خونه بیمار رو فکر میکردم سر نزدم بشت. امشب اصلا میرم سر میزنم بشت زنی میدارم و ایشون که بیمار بستریه، خانومش اون مرحوم گلچین نادیا دلدار گلچین که به رحمتی زدی رفتن بایشون شاد، خانوم منم که تیچی به هر حال آره و با کی بسازیم اصلی ها اینجوری شاید فقط من هستم فعلا، بقیه من هم عمل کنم یه جور دیگه میشم. حالا در کل نظر شما در مورد این ویدیو و اتفاقات چیه؟ حتما نظرتون رو در قسمت کامنت بنویسید که تا جایی که بتونم هم مرا میخونم و جواب میدم.